بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان محترم، به بخش خبری ساعت 13 خوش آمدید. جمعی از خانواده های شهدای امنیت صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به شرارت دو شب پیش رژیم سکونیستی گفتند این شرارت نه باید بزرگ نمایی شود و نه کوچک انگاری. مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. اینا دچار خطای محاسباتی هن نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم. رهبر انقلاب در بخش دیگری از این دیدار حفظ امنیت روانی جامعه را بسیار مهم دانستند و افزودند ایجاد ترس و تردید در دلهای مردم مردود است. یک نکته مهم در باب امنیت که من خوبه که اینجا مطرح کنم در خدمت شما خانواده های عزیز شهیدان، مسئله امنیت روانی جامعه است. کمتر به این توجه میشه. امنیت روانی جامعه یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم. اینه دیگه، خیلی مهمه. این بعضی ها با خبری که میدن، با تحلیلی که میکنن، با تفسیری که از وقایع میکنند در مردم تردید ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. این از نظر خدای متعال مردود. قرآن صریح در این معناست. قرآن صریح در این معناست. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. مرجفون یعنی همینا. مرجفون یعنی کسانی که در دل مردم اضطراب ایجاد میکنند، ترس ایجاد میکنند. اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، خدای متعال به پیغمبر میفرماید لنغرین نکبهم، تو رو مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه مطالب منتشر شده در فضای مجازی بر روحیه مردم تأثیر گذار است گفتند تصمیم سازان و تصمیم گیران درباره فضای مجازی باید به تأثیر مطالب منتشر شده در این محیط بر امنیت روانی جامعه توجه کنند. بعضی ها از روی غرض
تحلیل های غلط ارائه میدن از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارن به این نکات توجه کنن، همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد، هرچی به ذهن انسان میرسه ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، رو روحیه مردم چه تأثیری میگذاره. اون کسانی هم که درباره فضای مجازی که حالا هی مکرر اسمش آورده میشه و بحث میشه و اینها میخوان تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن، به این بعد قضیه توجه کنن که چطور ممکنه در فضای مجازی یه تحلیل غلط، یه خبر غلط، یه برداشت غلط از یه مسئله مردم رو دچار اضطراب کنه، دچار تردید کنه، دچار ترس کنه. این چیزایی است که امنیت روانی جامعه رو از بین میبره. در بحث امنیت این مسئله امنیت روانی مهمه و مسئولیت مسئولان کشور همچنانی که امنیت اجتماعی و امنیت کوچه و بازار و امنیت مرز و امنیت خانه های مردم رو موظفن حفظ کنن، امنیت روانی مردم رو هم موظفن حفظ کنن. رهبر انقلاب قدرت را راه تأمین امنیت توصیف کردند و گفتند ایران قوی است که میتواند از خود دفاع کند. راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این را هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو، باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت، این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازم. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی های سیاسی، توانایی های مدیریتی، اینا همش جزو چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه. مشروح خبر این دیدار پس از دریافت در بخشای بعدی خبر به اطلاع میرسد. رئیس جمهور در پیامی شهادت دلیران وطن را به دلاوران ارتش، جانبرکفان فراجا و خانواده های معظم شهدا و مردم قهرمان ایران تسلیت گفت. آقای پزشکیان در این پیام تأکید کرده دشمنان ایران بدانند ملت سلحشور ایران در دفاع از خاکشان بی هیچ هراسی ایستاده اند و پاسخ هر حماقتی را با تدبیر و هوشمندی خواهند داد.